چون عیسی بازگشت، مردم به گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه چشم به راهش بودند. در این هنگام، مردی یائیروس نام که رئیس کنیسه بود، آمد و به پای عیسی افتاده، التماس کرد به خانه‌اش برود، زیرا تنها دخترش که حدود 12 سال داشت، در حال مرگ بود. هنگامی که عیسی در راه بود، جمعیت سخت بر او ازدحام می‌کردند. در آن میان، زنی بود که 12 سال دچار خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را صرف طبیبان کرده بود، کسی را توان درمانش نبود. او از پشت سر به عیسی نزدیک شد و لبه ردای او را لمس کرد. در دم خونریزیش قطع شد. عیسی پرسید: چه کسی مرا لمس کرد؟ چون همه انکار کردند، پتروس گفت: استاد، مردم از هر سو احاطت کردند و بر تو ازدحام می کنند. اما عیسی گفت: کسی مرا لمس کرد، زیرا دریافتم نیرویی از من صادر شد. آن زن چون دید نمی تواند پنهان بماند، ترسان و لرزان پیش آمد و به پای او افتاد و در برابر همگان گفت که چرا او را لمس کرده و چگونه در دم شفا یافته است. عیسی به او گفت: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. عیسی هنوز سخن می گفت که کسی از خانه یائیروس، رئیس کنیسه، آمد و گفت: دخترت مرد، دیگر استاد را زحمت مده. عیسی چون این را شنید، به یائیروس گفت: مترس، فقط ایمان داشته باش، دخترت شفا خواهد یافت. هنگامی که به خانه یائیروس رسید، نگذاشت کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر دختر با او به خانه درآیند. همه مردم برای دختر شیون و زاری می کردند. عیسی گفت: زاری مکنید، زیرا نمرده، بلکه در خواب است. آنها ریشخندش کردند، چرا که می دانستند دختر مرده است. اما عیسی دست دخترک را گرفت و گفت: دخترم، برخیز. روح او بازگشت و در دم از جا برخاست. عیسی فرمود تا به او خوراک دهند. والدین دختر غرق در حیرت بودند، اما او بدیشان امر فرمود که ماجرا را به کسی باز نگویند.